ایشون فرمانده بسیج زابل بودند و تمامی فرماندهان حوزه‌های مقاومت هم که مسئولیت جذب و اعزام نیروهای مردمی رو به جبهه داشتند و در این کاروان هم نیرو خوب اعزام کرده بودیم، همه همراه ایشون راهی مناطق جنگی شدیم. نیروها رو اعزام کردیم به استان، از استان هم به تهران و از تهران طی مراسم خاصی که انجام شد به مناطق جنگی رفتیم. اونجا در سد دز مستقر بودیم تا سازماندهی انجام بشه، آماده بشیم برای رفتن به خطوط عملیاتی. سردار بزرگوار و سرفراز شهید منطقمون سردار میرحسینی بعد از دو سه روزی که اونجا مستقر بودیم آمدن و اعلام کردند که فرمانده بسیج زابل یعنی سردار لکسایی و فرماندهان حوزه ها همه بایستی برگردید به شهرستان زابل و اینجا نباشید. خب همه ناراحت، عصبانی که چرا این همه را آمدیم با نیروهایی که جذب کردیم، میخوایم همراهشون باشیم در عملیات شرکت بکنیم، چرا واسه برگردیم. در نهایت حالا بعد از کش و قوس‌های فراوانی که صورت گرفت مدتی که دو روز، ایشون تکلیف کردند، سردار میرحسینی تکلیف کردند که بایستی فرمانده بسیج شهرستان و فرماندهان حوزه‌های مقاومت برگردند. خب ما با سردار لکزایی که در اون زمان باعث بگیم برادر لکزایی نشستی داشتیم و صحبت کردیم که چه بکنیم. حالا فرصت پیش اومده و مجدداً توفیق حاصل شده که در مناطق عملیاتی بیاییم و همراه رزمندگان باشیم، حیف برگردیم. ایشون گفتن چون تکلیفه بایستی برگردید، نگفتن برگردیم. در نهایت ما حرکت کردیم بل اجبار و دستوری که صادر شد تا بیایم اهواز و از اهواز هم به شیراز و برگردیم. خب در اینجا دیدیم که سردار لکسایی با ما همراه شد تا اهواز آمدند، اما با توجه به اون عشق و علاقه وافری که نسبت به بچه های رزمنده داشتند و علاقه وافری برای اینه که در عملیات بعدی شرکت بکنند، حالا به قولی بگم که ما رو راضی کردند که ما بدون ایشون حرکت کنیم به طرف زاهدان و زابل و خود ایشون گفتن شما برید بعد من یک کاری میکنم. نمیخواستن دروغ بگن که آقا من نمیام یا میام. خدمت شما عرض شود که ما آمدیم فرماندهان حوزه ها به شیراز و از شیراز هم به زاهدان و زابل، در نهایت دیدیم که چند روزی گذشت و ایشون پیداش نشد. حالا اون موقع هم که دیگه موبایل و غیره و زالک و اینها در دسترس نبود که بخوایم تماس بگیریم کجا هستید. در نهایت با خبر شدیم که بله، ایشون با اصرار بسیار زیاد و پافشاری بسیار زیادی که داشتن تونستن که سردار میرحسینی رو و عزیزان به فرماندهان جنگ رو راضی بکنن و در منطقه بمونند و گفته بودند که من اونجا کار ستادی میکنم، اما فرماندهان حوزه ها برگشتن رفتن، خیالتون راحت باشه و من از اینجا چک میکنم، کنترل میکنم و انشاءالله جذب و اعزام نیروها ادامه خواهد داشت. و ایشون ما رو فرستادند و خود ایشون هم در منطقه موندن و در عملیات شرکت کردند که در نهایت هم منجر شد به اون بحث مجروحیت و جانبازی ایشون که چشمشون رو از دست دادن و بیش از 60 ترکش هم در بدنشون بود. گفتن اول از ناحیه چشم مجروح شدن و یکی از چشمهاشون که کلن همونجا در اثر ترکش هایی که بهش میخوره از دست میره و میگه خون روی چشم دوم من هم ریخته بود و جایی رو نمیدیدم. یکی از دوستان میگه دست من رو گرفته بود و داشتیم با هم میومدیم به سمت عقب. متوجه فردی شدم که در بین راه داره حرکت میکنه. بنده با این که حال درستی از نظر مجروحیت نداشتم و ضعف شدیدی رو در خودم می دیدم، در بین راه
شهید سردار لفظی متوجه من شده بود که من میخوام از کنارش بگذرم. ایشون با حالتی که متوجه شدم مجروح شده و مجروحیتش هم از ناحیه چشم بود و شکم در حال حرکت به پشت سنگرها بود و جبهه که ایشون مرا شناخته بود و ایشون مرا صدا زد و از من کمک خواسته بود. با اینکه خودم مجروح بودم، خب حالیم برای خودم چندان مناسب نمیدیدم که به درخواستشون پاسخ بدم، اما برای اینکه کمکی کرده باشم و چیزی از دستم بر بیاد بر درخواست ایشون، کنار ایشون رفتم و ایشون به همراه من که منم قصد داشتم به عقب حرکت بکنم، در حال حرکت بودیم که دشمن، نیروهای پیاده دشمن و زرهی دشمن به نزدیکی های ما رسیده بودن. در حال حرکت متوجه شدیم یک تانک از تانک های دشمن به ما نزدیک شده و این چنین متوجه شدم که دوشیکا چیه و تیربارچی تانک ما و شهید لگزی رو میخواد هدف قرار بده. در زمانی که متوجه شدم تانک عراقی به ما رسیده و تیربارچی تانک میخواست ما را هدف قرار بده، من برای ترس از این که من و ایشون زیر تانک نریم و تیربارچی تانک ما را هدف قرار نده، ایشون کنار به صورتی که میشود گفت ایستاده بود کنار خاکریز به صورت آرام گذاشتم و من میخواستم که هم از این لحاظ مورد آسیب تیربارچی و تانک قرار نگیرم، به طرف از این موقعیت خارج شدم که یک ناگهان متوجه شدم که در محاصره دشمن و بسارت دشمن در اومدن. به علت این که یکی از چشم عزیز به علت ترکش بینایی کامل خودش از دست داده بود، حتی وقتی به من مراجعه کرد دفعه اول نخواست بگه که من توی جبهه مجروح شدم و چشمم در اثر جراحات جنگی نابینا شده. ما وقتی ایشونو معاینه کردیم، در معاینه و عکس برداری های که انجام شد متوجه شدیم که چشمی عزیز ما به علت ترکش بینایی خودش از دست داده و اون افتادگی پلکی که در چشمیشون وجود داشت به علت وجود ترکش بود. یه پارچه به قلم پیچیده و یه عبا و غبا هم تو تن من آراسته، ولی آیا میتوانم به نسب لغزایی باشم یا نمیتوانم؟ بهش گفته میشه بنیاد مهدویت، کل وجودش رو میگذاره برای این کار. بهش گفته میشه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر، کل توانش رو میگذاره برای این کار. چهره ای بود که خودش رو وقف نظام کرده بود. آقای لکزایی دقیقا خودش رو وقف کرده بود و شب و روز رو هم نمیشناخت. کار آقای لکزایی اصلا مربوط به شب و روز نبود. شاید بعضی از اوقات میشد که ما تا 3-4 صبح هم تو امورات کاری دقیقا کار میکردیم و هرگز چهره خستگی ناپذیریشون داشتن. هم مقبول برادران اهل تشیع بود، هم مقبول برادران اهل سنت بود.
اینم به خاطر سجایای اخلاقی این بزرگوار هست. همین جور کسی بود که در بین غریب غریب، بین سردارا سردار، بین جلسا وحدت هدفش بود، امنیت هدفش بود، خدمت هدفش بود، بیدرین انسانی بود. برای اون جامعه تسنن، جامعه تشیع اصلا فرقی نداشتن، همه جا بین مردم، بین همه کس، توی قلب همه مردم این سردار عزیز جا داشت. این همه من باشم 15 سال ارتباط داشتم، حاضرم به جور از قسم بخورم که ایشون در مورد بحث شیعه و سنی با من که دیگه خیلی من اون دست پدری فرزندی داشتیم، یعنی همچین بحثی این وسط نکردن، ایشون هیچ موقع نکردن، همیشه گفتن مشو برادریم، همیشه تابع رهبر معظم انقلابیم، هرچی رهبر معظم انقلاب میگه حرف ما هم طبق تجربیات ایشان همین کار رو دنبال کردیم و تا ابد همین کار رو دنبال خواهیم کرد. خدا رو شکر داریم. شما بسیجیان اطاعت پذیریتون از حضرت آقا خیلی خوب بوده. ما باید قدر رهبرمون رو بدونیم و همواره توجه بکنیم که هرچی میفرماید انشالله اجرا بود. در 32 سال که از عمر بسیج گذشته شما بسیج ثابت کردید. اون زمان حضرت امام هرچی فرمودن، امروز هم مقام معظم رهبری هرچی میفرماین اجرا بکنید. انسانی بسیار صبور بود، انسانی بسیار بردبار بود. علاوه ایشون بالاخره اونجوری که به من خبر دادن بیش از 60 ترکش در بدنش بود، اما شما هرگز احساس نمی کردی در کنارشون که میشستی، هرگز احساس نمی کردی که با یک فردی در مقابل کسی قرار داره که 60 ترکش در بدنشه و این 60 ترکش بالاخره خوب طبیعی اذیت میکنه. مین و خمپاره به جسم و جان تو بوسه زدن، این نشانه افتخارت را برادر حفظ کن. درد ترکش در تنت به مغز و استخوان رسید، تو غرور کوه سارت را برادر حفظ کن. تو غرور کوه سارت را برادر حفظ کن. این حقیر بعد از این که حالا ایشون به شما که از کنه از میان ما رفتن متوجه شدن که چقدر قرص میخوردن برای اینکه این دردهایی که داره تسکین پیدا بکنه. انسان بسیار صبوری بود، حالا هم در رابطه با این رنجهایی که راجب تنش بود تحمل میکرد. خب ایشون پدر شهیدم بود، راجب آقازاداش هم همینطور. هرگز بالاخره حالا این که حالا راجب این مثلا شکایتی بکنه، گلایه بکنه از این به شما که از کنم دردی که از این ناحیه میکشه، ماش مشاهده نکردیم، هرگز ندیدیم که ایشون کوچکترین مثلا گلایه‌ای داشته باشه راجب میخواد یا اصلا حرفی بزنه از جراحت خودش، از جانبازی خودش، از فرزند شهید خودش. ایشون اصلا هرگز صحبت نمیکرد، حرفی نمیزد. سردار لکزایی خدا رحمتشون کنه سعی کرده بود فاصله خودش رو با شهدا کم بکنه، لذا اون ویژگی های برجسته ای رو که از شهدا شناخت پیدا کرده بود در زمینه سعه صدر، در زمینه صبر، در زمینه ولایت مداری، در زمینه اطاعت پذیری، در زمینه هماهنگی، در زمینه ایثار و تلاش خالصانه و مخلصانه در جهت ایجاد وحدت و بالا بردن مشارکت همگانی در استان و در هر زمینه‌ای که بتونه توانی رو از خودش ارائه بده و یک کار زمین مونده ای رو انجام بده. لذا حالا ما توفیق نداشتیم، نمیدونم مقدرات الهی چی بود، به هر حال این حتما از کم توفیقی ماست که خداوندشون رو اینجوری دستچین کرد و گلچین کرد، مثل همه شهدا از جمع ما جدا کرد، یا در اصل ما باید بگیم ما از جمع اونا جدا شدیم. مقام معظم رهبری در یکی از پیام‌هاشون فرموده بودند که سعی کنید عطر شهادت در جامعه پراکنده بشه. ایشون اومدن و یک
تأسیساتی رو در این حوزه با کمک خود مردم بنیان گذاشتن. اونچه که امروز با عنوان مجموعه عظیم گلزار شهدای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرحه، خب یکی از کارهای ایشون هست. ایشون یک هیئت و منایی راه انداختن توسط خود مردم در سیستان که 114 نفر عضو داشت. ایشون این هیئت و منا 114 نفر عضو داشت. گلزار هیئت و منایی داشته که ریاستش این هیئت و منا رو سردار داشته و جانشینش بنده بودم که خداوند لایق خدمتگزاری به شهدا رو به بنده داده بود. ایشون انسانی با تقوا و بسیار آدم خاکی، یعنی کسی فکر نمی کرد که ایشون جانشین فرمانده سپاه سلمان باشه. اینجا که میاد در جمع اونقدر خاکی و مظلومانه بود که همه فکر نمی‌کنم از اعضای خود شدن، یعنی فکر نمی‌کنم ایشون سردار فرمانده جانشین فرمانده باشه. 26/12/1366 مطابق بود با اعزام بسیجیان استان سیستان و بلوچستان به جبهه های نبرد حق علیه باطل. به طبع رزمندگان ما، بسیجیان ما از زابل هم تشریف آورده بودن، زاهدان و از محل پادگان و قدس قبلی اسبق ما میخواستیم که اعزام بشیم به جبهه ها. تلفیق صورت گرفت. دوستانی که از زاهدان، بسیجیانی که از زاهدان اعزام میشدن و بسیجیانی که از زابل اومده بودن و هم تلفیق شدن و دست بر قضا سردار شهید لکزایی هم بنده افتخار داشتم که در اون اتوبوسی که ایشون قرار داشت ما هم در یک صندلی با ایشون بشیم. حرکت رو شروع کردیم. از زاهدان اعزام آغاز شد و عرض کنم حضور شما به نیمه های راه که رسیدیم متوجه شدیم که بچه هایی که در اتوبوس ما قرار دارن مقداری از رعایت نکردن راننده نسبت به اوقات شرعی، نماز صبح و عرض کنم ظهر و اوقات شرعی مقداری اهمال کاری میکنه. به این سبب دوستان بسیجی ما ناراحت بودن. خبر به سردار لکزایی رسید. او زمانیشون مسئول بسیج سپاه زابل بودن و جوان هم بودن. ایشون به بچه ها در اون شهری که ما رسیده بودیم در بین مسیر گفتن که این مطلب رو بسپرید به من، من حلش میکنم. و من اون بعد از نماز مغرب عشا خودم شاهد بودم که سردار لکزایی خدا رحمتش کنه از صندلی که ما نشسته بودیم بلند شد و رفت جلو صندلی شاگرد نشست و شروع کرد با اون راننده صحبت کردن. صحبت کرد اونجا حالا یک ساعت هرچی. من ملتفت قضیه نشدم که چقدر ایشون چی گفت اونجا، چه مطلبی رو به زبان آورد. اما همه ما، همه دوستانی که در اتوبوس نشسته بودیم به مجرد اینی که از آن صبح رو رادیو ماشین پخش کرد، اولا که رادیو رو روشن کرد تا اذان پخش بشه، ثانیا ایشون توقف کرد، راننده عزیزمون توقف کرد برای نماز، ما نماز رو خوندیم و خودشم من این رو دیدم که خود راننده، حالا از قبلش متوجه نبودم که ایشون اهل نماز بود که قطعا بود، هم اومد در اون نماز جماعت ما به امامت حاجی لکزایی نماز گذارد و دو وعده یا سه وعده که ما در مسیر بودیم بدون اینکه کسی بگه، بدون اینکه کسی صحبتی داشته باشه، این آقای راننده خودش توقف میکرد و میگفت آقایان موقع نمازه. اونجا ما به این نتیجه رسیدیم که اون روحیه نرم و اون روحیه عرض کنم حضور شما مردمی و امر به معروف و نهی از منکر ایشون سازگار شد و دوستان اومدن تشکر کردنشون که آقای لکزایی تشکر میشه که ما رو به هر حال اومد گوش داد کرد به راننده و ما تونستیم به فرایضمون برسیم. همیشه دیدگاهشون این بود که به کسی نه نگن و چنانچه کسانی با مشکلاتی بهشون مراجعه میکردن تمامی تلاشش برای این بود که بتونه مشکلی رو از
رودوش افراد برداره و تلاش خودش رو برای حل این مشکلات انجام میداد. ادب ایشون و کمالات انسانیش یکی از ویژگی های بود که ایشون داشت. تعبد ایشون از ویژگی های دیگه بود که ورزد این جناب لکزایی داشت. من ایشون رو انسانی شجاع و انسانی سازمانی پیگیر در انجام ماموریت با روحیه مردمی یافتم. در برخورد و آداب معاشرت الگو، در شجاعت الگو، در انجام امورات کاری و اداری واقعا نظیر نداشت. یعنی من میگم من تا به حال فردی به سخت کوشی ایشون ندیدم. ایشون هر کاری رو که بهش سپرده میشد جدی میگرفتن. اگر قرار بود که یک کاری اجرایی داشته باشن به بهترین نحو اون رو انجام، اگر قرار بود درسی بخوانن اون درس رو به بهترین کیفیت میخوانن. من خاطره از ایشون بگم، من اولی که من دافوس قبول شدم چون خداوند توفیق داد بعد از ایشون من برم دافوس، اونجا موقعی که اون مسئول گروه افراد را یکی یکی خودشون رو معرفی میکردن به من که رسید گفتم سیستانی هستم، گفتن که سیستانی ها نابغه هستن. گفتم چرا؟ گفتن که اینجا یک آقای بود دانشوی ما بود درس میخوند، همه چیز هم از لحاظ هم تحقیقات هم از لحاظ درس خوندن هم از همه امورات بهترین دانشوی ما بودن و رتبه اول را داشتن. من این مطلب برای من خیلی جدی و خیلی مهم بود که حالا که ایشون این بزرگوار سردار بزرگوار لکزایی باعث شده که ما همچون جایگاه اینجا پیدا کنیم، من خودم یعنی تمام و هم مقام خودم رو گذاشتم که این موضوع و این ذهنیت خوبی که در اونجا هست در رابطه با همشهری های ما هم ولایت ما که از واسطه تلاش و کوشش سردار لکزایی به وجود اومده بود از بین نره. افتادگی ایشون و تعظیمی که نسبت به خانواده محترم شهدا داشتند، من یادم نمیرود هر موقع ایشون به منزل پدر شهید میرحسینی پدر شهید خضری میرفتند بوسه بر دستان پدر این شهیدان میزدند با درجه سرداری با سمت و مسئولیتی داشتند. هیچ وقت اینها ایشون رو از افتادگی که نسبت به خانواده شهدا داشتند جدا نکردند، بوسه بر دستان اینها میزدند. ایشون در واقع سمبل ایثار، شهادت، فداکاری، جبهه و جنگ بودند. اگر شما سیمای ایشون رو نگاه میکردید این رو واقعا میتونستین درک بکنید و به وضوح این رو مشاهده میکردید. بعد از سالهای دفاع مقدس هم در عرصه های مختلف در بحث امنیت و استان و خدمت به اسلام و انقلاب و در واقع خدمت به خداوند متعال در هر بعدی ایشون در واقع کوشا بودند و من فکر میکنم که در کنار همرزمان شهیدشون شهید شوشتری و شهید محمدزاده به خیلی شهدا پیوستند و اینکه واقعا خیلی بیشتر از ما که خانواده در واقع ایشون هستیم و واقعا داخل خونه میفهمیدیم که شهید زنده یعنی چی، این رو اونجا درک میکردیم. خیلی بیشتر از ما فکر میکنم مردم این استان و حتی این کشور به وجود ایشون در واقع مدیون بودن و به زحماتی که ایشون و همرزمانشون در اینجا برای بحث امنیت استان و دیگر بحثایی که در واقع برای نظام هست فعالیت کرده بودن به ایشون مدیون هستن، حتی خیلی بیشتر از ما که خانواده ایشون بودیم و خیلی خوبم تموم کردن به نظر من. انشالله خدا با دیگر شهدا با همرزمانشون و برادر شهیدم ایشون رو با امام حسین انشالله منشور بفرمایید. در یک کلام او شخصیتی بود که در موقعیت‌ها و عرصه‌های مختلف توانست به عنوان یک انسان موفق و شایسته انجام وظیفه کند. خدا یا چنان کن سر انجام کار تو خوشبود باشی ما رسیدار. خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها نمیمانی ای مند بی من،
خسته تو را می سپارم به میرای محصاب تو را می سپارم به دامان دریان اگر شب نشینم اگر شب شکسته به شب می سپارم تو را تا نسوزد به دل می سپارم تو را تا نمیرد اگر چشمه ماج از غم نخوشد اگر روزگار این صدا را نگیرد خدا حافظ ای برگ و بار دل خدا حافظ ای سایه سار همیشه اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم خدا حافظ نوبهار همیشه